سلام بچه ها، به کانال کامیک فکتس، جایی برای شنیدن کامیک ها و تاریخچه کاراکترهای مورد علاقتون توسط من عرفان خوش اومدید. امروز قصد داریم برای شما عزیزان تاریخچه یکی از بزرگترین ابرشرورهای کمپانی مارول، یعنی رد اسکال یا همون جمجم قرمز رو تعریف کنیم. اگر هنوز عضو کانال ما نشدید، با سابسکرایب کردن کانال و فعال کردن زنگوله سایر ویدیوهایی که واسهتون میسازیم از دست ندید. راستی اگر دوست داشتید میتونید پیج اینستاگرام کامیک فکتس که آیدیشو براتون توی دیسکریپشن گذاشتم و فالو کنید. خب شما را به تماشای این ویدیو دعوت میکنم، تا آخر اون همراه ما باشید. جان اشمیت یا رد اسکال، یک شخصیت ابرشرور خیالی متعلق به کمپانی مارول کامیکس. زمانی که کمپانی مارول در سال 1939 پایه‌گذاری شد، هیچ نوع ابرقهرمان یا شرور واقعی و رسمی نداشت تا زمانی که جنگ جهانی دوم برای اولین بار آغاز شد. به عنوان یک پاسخ به تبلیغات جنگی، جو سایمون، جک کربی و اد هرون نه تنها اولین ابرقهرمان رسمی خودشون یعنی کاپیتان آمریکا رو معرفی کردند، بلکه در طی همون موقع اولین ابرشرور رسمی خودشون یعنی رد اسکال رو معرفی کردند. کاراکتر رد اسکال از هر جهت مخالف کاپیتان آمریکاست و اون به عنوان ابرشروری نشون داده میشد که به شدت عشق ظلم و ستم داشته و برای رسیدن به یک حکومت متمرکز با یک قدرت مرکزی تلاش میکرده. این شخصیت در ابتدا یک ماسک ترسناک و مرگبار قرمز رنگ میپوشید. با معرفی این کاراکتر بود که کمپانی مارول تونست یک ابرشرور فوق‌العاده رو پیدا کنه. البته باید به این اشاره کنیم که قرار بود در کامیک شماره 1 کاپیتان آمریکا شخصیت رد اسکال قرار بود که اولین و آخرین نقش آفرینی شده داشته باشه، اما از اونجایی که طرفدارای این شرور روز به روز افزایش پیدا می‌کرد، نه تنها کنار گذاشته نشد، بلکه در شماره 7 کامیک کاپیتان آمریکا هم دوباره حضور پیدا کرد. همین موضوع افزایش تعداد طرفدارا باعث شد که اولین هنرنمایی رسمی و واقعی رد اسکال یا همون جان اشمیت در شماره 7 کامیک کاپیتان آمریکا باشه. جان اشمیت نه تنها به خون کاپیتان آمریکا تشنه است، بلکه از دیرینه‌ترین دشمنان اون محسوب میشه. اون یک ژنرال مغرور و متکبر ارتش نازی هست. شرارت، ترس، وحشت در تمام این شخصیت موج میزنه و اسمی که ما جان اشمیت رو با اون میشناسیم چیزی نیست جز رد اسکال یا همون جمجم قرمز. به خاطر ارتباطی که اسکال با نازی ها داشت، بسیاری از ابرشرورانا از همکاری با اون فرار میکردن. برای مثال مگنیتو یا کینگ پین دلشون نمیخواست با رد اسکال متحد بشن. اما خب حالا بهتره بریم سراغ تاریخچه جان اشمیت یا همون رد اسکال و ببینیم چجوری تبدیل به ابرشروری که الان هست شده. جان اشمیت ملقب به رد اسکال پسر یک روستایی بددهن و خشن آلمانی به نام هرمن اشمیت بود. طبق اطلاعات موجود گفته میشه که مادر اون اسمش مارتا بوده، یک زن خوبی که مدام به خاطر شوهر سگ اخلاقش مورد ضرب و شتم قرار میگرفت. مارتا یه بیچاره زمانی که فرزندش جان به دنیا میاد جون خودش رو از دست میده و میمیره. پدر جان هم بعد از مرگ زنش که معلوم نبوده عاشق اون بوده یا از اون متنفر بوده، کم کم به جنون میرسه و سعی میکنه بچه تازه متولد شدش رو توی آب خفه کنه. اون فکر میکرده که جان باعث مرگ همسرش شده. در همین لحظه دکتری که جان رو به پدرش تحویل داده بود فهمید ماجرا از چه قراره و جان رو از دست پدرش نجات داد و صبح روز بعد پدر جان هم خودکشی کرد. بعد از این اتفاق دکتر جان رو به یه یتیم خونه سپرد، جایی که این کودک زندگی خودش رو به تنهایی سپری میکرد. زمانی هم که جان به 7 سالگی رسید از یتیم خونه فرار کرد و تصمیم گرفت که زندگی خودش رو با گدایی و دزدی بگذرونه. اون روزهای خیلی سختی رو گذروند و مورد سوء استفاده خیلی زیادی هم قرار گرفت و این قضیه جوری شده بود که اون هر انسانی رو دشمن خودش میدید. اون توی دوره‌های مختلف زندگیش دست به شغل‌های متفاوتی میزد، اما بیشتر عمرش رو در زندان‌ها میگذروند. اشمیت زمانی که به دوران جوانیش رسید برای مدت کوتاهی در خدمت یک مغازه‌دار یهودی کار میکرد. اسم دختر این مغازه‌دار استر بود، تنها کسی که با اشمیت مثل آدم و مهربون رفتار میکرد. اشمیت در تمام این مدت سعی میکرد تا به استر نزدیک بشه که در نهایت توسط استر هم طرد میشه. در همین زمان بود که اون یک روز عصبانیت خیلی زیادی وجودش رو فرا گرفته بود، عصبانیتی که نمیتونست کنترلش کنه و در طی یک موقعیتی که ایجاد شده بود اون استر رو به قتل رسوند. و باید اینو بهتون بگم، اون علاوه بر ترس و وحشتی که وجودش رو فرا گرفته بود، یک حس لذت بخش رو هم تجربه کرد. اون حس کرده بود با این قتل تونسته تمام خشمی که از دنیا به دست آورده بود رو کنار بذاره. بعد از این ماجراها اشمیت مدت زیادی به دنبال استادی بود تا بتونه راهی برای به دست آوردن قدرت به اون نشون بده. بعد از گذشت سالها که نازی ها قدرت آلمان رو به دست گرفتن، اشمیت داخل هتلی که یک روز دیکتاتور رایش سوم یعنی آدولف هیتلر برای اقامت به اونجا اومده بود کار میکرد.
اون شب اشمید مسئولیت این رو داشت که نوشیدنی ها و مواد غذایی لازم رو به اتاق هیتلر ببره و اونجا بود که اشمید بحث و جدل بین هیتلر و رئیس گشتاپو رو دید. هیتلر همینطور رئیس اون سازمان رو سرزنش میکرد و اشمید وقتی هیتلر رو دید با خودش فکر کرد که این همون استادیه که به دنبالش میگرده. هیتلر از شدت عصبانیت سر رئیس سازمان داد زد و گفت من میتونم این پیشخدمت رو آموزش بدم تا کاری رو که به تو متحول کردم و بهتر از تو انجام بده. بعد از گفته شدن این حرف هیتلر با دقت به اشمید نگاه کرد و متوجه نفرت بسیار زیادی که داخل وجود اشمید فرا گرفته بود شد و دید از لحاظ احساسی این دو نفر خیلی شبیه به هم. اشمید هم احساس کرده بود که الگویی که میتونسته برای مدت ها از اون پیروی کنه رو پیدا کرده. بعد از اینکه هیتلر متوجه احساسات اشمید شد اعلام کرد که میتونه از این پیشخدمت یک نازی عالی و بی‌نقص بسازه، به طوری که اون در آینده بسیار نزدیک میتونه نقش دست راست هیتلر رو داشته باشه. اشمید هم بعد از شنیدن این حرفا با کمال خوشحالی پیشنهاد هیتلر رو پذیرفت. هیتلر تصمیم گرفته بود تربیت و آموزش اشمید رو خودش به شخصه به عهده بگیره. هیتلر میخواست از اون یک چیز کاملا متفاوت بسازه. اون یک ماسک قرمز شبیه به جمجمه واقعی به اشمید اهدا کرد و نام ردسکال رو به اون نسبت داد و از اونجایی که رتبه ردسکال نسبت به بقیه همترازش بالاتر بود قرار شد که تنها از خود شخص هیتلر دستور بگیره. ردسکال با انجام کارهای شرورانش خودش رو اثبات کرده و ایالات متحده با دیدن خرابیایی که از جانب ردسکال به وجود اومده تصمیم گرفت یک شخصی با لباس مخصوص به نام کاپیتان آمریکا رو خلق کنه تا یک رقیب برای ردسکال باشه. استیو راجرز یا همون کاپیتان آمریکا اولین فردیه که به دشمن ردسکال تبدیل شد و بعد از گذشت مدت بسیار زیاد هنوز هم این شخصیت از دشمنای اصلی و ابدی ردسکال محسوب میشه. ابتدا هیتلر با دیدن موفقیت‌هایی که ردسکال به دست می‌آورد به اون افتخار می‌کرد و هر چیزی که می‌خواست در اختیارش می‌ذاشت. هیتلر همه ی هزینه‌هایی که اسکال نیاز داشت تا پایگاه مخفیانه خودش رو درست کنه رو بهش می‌داد. جمجمه قرمز با استفاده از این بودجه‌ها پایگاه‌های مخفی با سلاح‌ها و ابزارهای پیشرفته درست کرده بود. اون با قدرت و تکنولوژی که به دست آورده بود همینطور به ایده های شرورانه و فعالیت‌هاش ادامه می‌داد و همینطور بیشتر از قبل خرابی به بار می‌آورد. با همه این تفاصیل ردسکال یا همون جانش میداد از جایگاهی که داشت راضی نبود. اون سعی کرد با اثر راه برداشتن یک سری از افراد نزدیک به هیتلر خودش رو تبدیل به دومی فرد قدرتمند در رایش سوم کنه. نزدیکی اشمید به هیتلر باعث شده بود که اون تا حدودی از رازهای هیتلر با خبر بشه و در نهایت اشمید هم با استفاده از یکی از رازهای کوچیک هیتلر تونست به اون ضربه محکمی وارد کنه. در طی جنگ جهانی دوم باکی بارز و کاپیتان آمریکا دفعات زیادی در مقابل ردسکال قرار گرفتن و حتی برنامه‌های کشنده اون رو برای بارهای متعدد خونسا کردند. در طی یکی از آخرین درگیری‌های ردسکال و کاپیتان آمریکا، ردسکال که چندین شکست رو در مقابل اون تجربه کرده بود، نهایتاً با نقشه‌ای که کشید، باعث شد که کاپیتان آمریکا برای چندین دهه به یک زیست تعویقی دچار بشه. زمانی که اون داشت این نقشش رو عملی می‌کرد، یک بمب منفجر شد و سقف پناهگاه ریزش کرد. ستون‌های این پناهگاه مانع از این شدن که ردسکال زیر چندین تن آوار بمونه و جون خودش رو از دست بده. این پناهگاه که دیگه تبدیل به یک خرابه شده بود، گازهایی رو پخش کرد که باعث شد ردسکال به یک زیست تعویقی بره و در طی اون زخم‌های عمیق اون آروم آروم بهبود پیدا کنه. اما حالا باید به این اشاره کنیم که همونطور جنگ جهانی دوم داشت به پایان خودش نزدیک می‌شد، کاپیتان آمریکا و ردسکال هم باید کم کم از دنیای کامیک خدافظی می‌کردن. با اینکه همه فکر می‌کردن این دو نفر کشته شدن، اما در اوایل دهه 50 کاپیتان آمریکا و ردسکال احیا شدند و دوباره داستان‌های این دو نفر شروع شده از سر گرفته شد. اما خب حالا بهتره چندین چیز در مورد ردسکال بدونیم. با اینکه اکثر مواقع نقشه‌ای ردسکال توسط کاپیتان آمریکا و باکی بارز شکست می‌خورد، اما اون همیشه عادت داشت یک نقشه پشتیبان داشته باشه تا اینکه بتونه حداقل شکست رو برای خودش به ارمغان برسونه. از اونجایی که ردسکال نفرت خیلی زیادی به کاپیتان آمریکا داشت، اصلا دوست نداشت بعد از مردنش کاپیتان آمریکا هم زنده بمونه و همیشه مرگش رو جوری تنظیم می‌کرد که کاپیتان آمریکا هم همراه اون جونش رو از دست بده. تا امروز در دنیای سینما دو نفر نقش ردسکال رو بازی کردن و اونها اسکات پاولین و هوگو ویوینگ هستند. شخصیت ردسکال تونسته از طریق همسان‌سازی به یک جاودانگی برسه. اون داره یه هوش خیلی زیادیه و در مسائل استراتژیک بسیار نبوغ داره. اون همچنین در مبارزه های تن به تن و تیراندازی داره یه مهارت خیلی بالایی هست. از مهمترین تجهیزاتی هم که ردسکال در طول تاریخ از اونها استفاده کرده، میتونیم به بدن روباتیکی زولا و قبار مرگ اشاره کنیم. خب این بود از تاریخچه جان اشمیت یا همون جمجمه قرمز. امیدوارم از تماشای این ویدیو لذت کافی رو برده باشید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد با لایک و سابسکرایبتون از ما حمایت کنید. خیلی ممنون که تا اینجا همراه ما بودید. تا یک ویدیو کامیک فکتس دیگه، خدا نگهدار.